بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين. بسیار جلسه پربرکت و پرشور و پرمعنایی است. جلسه شما عزیزان، جوانان، نوجوانان، تشکر میکنم از کسانی که برنامه اجرا کردن، سخنرانی کردن، سرود خوندن، قرآن تلاوت کردن و از مجری محترم برنامه. در میان این سه مناسبتی که در 13 آبان اتفاق افتاده، در دو مناسبت آمریکایی‌ها ضربه زدند به ملت ایران، در یک مناسبت ملت ایران ضربه زد به آمریکایی‌ها. اون دو مناسبتی که ضربه آمریکا بود به ملت ایران، یکی تبعید امام بود در 13 آبان سال 43. علت تبعید امام مخالفت او با کاپتولاسیون بود. کاپتولاسیون یه اصطلاح سیاسی است، معناش این است که کارکنان یک کشوری در کشور دیگر مسئولیت داشته باشند. یعنی اونی که در ایران تصویب شد به وسیله دولت خائن پهلوی، این بود که کارکنان آمریکا در ایران مسئولیت داشته باشند، به معنای اینکه هر جنایتی کردن در دادگاه‌های ایران محاکمه نباید بشن. این قانون کاپتولاسیون بود. این جزء یکی از خفت‌بارترین قانون هاست. یعنی اگر فرض کنید یه آمریکایی مست توی خیابان سوار ماشین بزنه 10 نفر رو از بین ببره، این دادگاهی ایران حق ندارن این شخص رو محاکمه کنن، باید بفرستنش آمریکا اونجا محاکمه بشه. این قانون رو در دولت پهلوی تصویب کردن. یک صدا در مخالفت با این قانون بلند شد، یک صدای رسا، اون صدای امام بزرگوار. امام ایستادن، سخنرانی کردن، گفتن ما زیر این بار این قانون نمیریم. نتیجهش این شد که امام رو در 13 آبان دستگیر کردن و تبعید کردن از ایران. پس کار آمریکایی ها بود، یعنی ضربه رو آمریکایی ها زدن به ما. ضربه دوم کشتار دانش آموزان بود. در روزهای اوج حرکت انقلابی ملت ایران که این انقلاب علیه پهلوی فقط نبود، علیه پهلوی و آمریکا بود، در اوج این حرکت پلیس طاغوت، پلیس شاه، دانش آموزان رو تو همین جلو دانشگاه قتل عام کردن، رگبار گرفتن، عده دانش آموز رو خاک و خون کشید. اینم روز 13 آبان بود. خب این دو تا حادثه کارهایی بود که، ضربه هایی بود که آمریکایی‌ها به ما زدن، به ملت ایران زدن.
ده ماه بعد از پیروزی انقلاب 13 آبان سال 58 بود که دانشجوها رفتن وارد سفارت شدن، سفارت آمریکا، و اون سفارت رو تسخیر کردن و اسرار و اسناد پنهانی اون سفارت رو افشا کردن. آبروی آمریکا رفت. این ضربه ما بود، ضربه ملت ایران بود با آمریکا. این سه تا حادث است. خب حرف من اینه، من میگم شما جوان امروز باید تحلیل داشته باشید از قضایای مختلف، صرف احساسات کافی نیست. حالا من شرح میدم منظور خودم رو از این حرف. شما باید از اصل انقلاب اسلامی تحلیل داشته باشید، از قضیه دفاع مقدس، جنگ 8 ساله باید تحلیل داشته باشید، از قضایای گوناگونی که در دهه 60 اتفاق افتاد همینجور، از واگرایی هایی که در دهه 70 اتفاق افتاد باید تحلیل داشته باشید، از حوادث گوناگونی که در دهه 80 و 90 اتفاق افتاد باید تحلیل داشته باشید. یعنی بدانید، تشخیص بدید که این حادثه چی بود، از کجا شروع شد، کی پشت این حادثه بود، چی نتیجه این حادثه شد. اینو تحلیل. حالا من یک مسئله رو میخوام مطرح کنم با اون مقابله ما با آمریکاست. خب شما الان یک ساعت مرتب دارید علیه آمریکا شعار میدید دیگه، در این که تردیدی نیست. اما مسئله چیه؟ مشکل ما با آمریکا چیه؟ خود آمریکایی‌ها دشمنی‌های خودشون با ملت ایران رو منسوب می‌کنن به مسئله سفارت. ببینید، اینی که عرض می‌کنم از روی توجه و اطلاع از کارهایی است که داره میشه و میخوان بکنن. هم شما توجه داشته باشید، شما جوانهای عزیز. کسانی هم به تبع اونها همین رو تکرار میکنن. یعنی چه؟ یعنی میگن آقا علتی اینکه آمریکا ایران رو تحریم میکنه، با ایران بدی میکنه، در ایران اغتشاش را میندازه، مشکلات درست میکنه، علتش این است که علت این دشمنی های آمریکا با ایران این است که دانشجویان شما رفتن سفارت آمریکا رو تسخیر کردن. اینو هم آمریکایی‌ها میگن، هم منتبع اونها در داخل کشور میگن. بنده هم در دوره ریاست جمهوری در نیویورک با من مصاحبه کرد یه خبرنگار معروف، یه مصاحبه‌گر معروف اون روز آمریکا. اولین حرفش هم این بود که اختلاف ما و شما از ورود شما به سفارت ماست و تسخیر سفارت ما، میخوان اینو جا بندازن. این دروغ بزرگیه. قضیه این نیست. 26 سال قبل از حادثه سفارت کودتای 28 مرداد اتفاق افتاده. اون روز که دیگه کسی سفارت نرفته بود، سال 32، سال 32 آمریکایی‌ها در ایران یک دولت ملی مستقل را که وابسته به آمریکا نبود با کودتای مجرمانه ظالمانه ای سرنگون کردن. این دشمنی آمریکایی است. پس مسئله دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی، با ملت ایران، با ایران اسلامی ربطی به مسئله سفارت نداره. اسنادی که از سفارت به دست آمد، میدونید دیگه،
دانشجوها رفتن اسناد رو آوردن، مقدار زیادی از این اسناد رو آمریکایی‌ها توی کاغذ خرد کن ریخته بودن. دانشجوها نشستن با حوصله تمام این کاغذها رو به هم وصل کردن که الان 70-80 جلد کتابه این یادداشت‌ها. این اسناد نشان داد که از همون روزهای اول بعد از پیروزی انقلاب سفارت آمریکا مرکز توطئه و جاسوسی بوده علیه ایران. حتی در سفارت آمریکا طراحی کودتا می شده که کودتا کنن علیه انقلاب، طراحی جنگ داخلی می شده، تلاش می کردن که در استانهای مرزی کشور جنگ داخلی راه بیندازن، طراحی می شده که چگونه در حکومت جدید انقلابی نفوذ کنن. رسانه‌های ضد انقلاب رو که در داخل بودن مدیریت می‌کردن، هدایت می‌کردن، اینو بنویسید، اینو بگید، اینو جعل کنید، این شایعه‌سازی رو بکنید. برای تحریم هم برنامه‌ریزی می‌کردن. یعنی سفارت از اولین روزهای شروع انقلاب مرکز توطئه علیه کشور و علیه انقلاب بوده. ربطی به تسخیر لانه جاسوسی نداره. مدت‌ها قبل از او اینا فعالیت خودشون رو شروع کرده بودن علیه انقلاب. خب پس مسئله اونجوری نیستش که آمریکایی‌ها وانمود می‌کنن و اونجوری نیست که یه عده یا ساده لوحانه یا به دلایل گوناگون، انگیزه های گوناگون در داخل ترویج میکنن که آقا علت اینکه شما میبینید یه قدرتی مثل آمریکا اینقدر علیه جمهوری اسلامی فعالیت میکنه، علتش این است که شما رفتید فلان وقت سفارت اینا رو گرفتید. نه، قضیه این نیست. پس قضیه چیه؟ برای اینکه بتونیم ریشه ای تر مطلب رو بفهمیم یه قدر عقب بریم. من دوست دارم شما جوانها، نوجوانها، چون فردا مال شماست، شما بازوهای پیشرفت کشور شما هستید، کشور مال شماست، باید پیش برید. ما اینم روی این مسائل با دقت، با فکر کار کنید. یه مقداری عمیق‌تر بریم مسائل رو بسنجیم. مسئله نفوذ غربی‌ها در ایران از انگلیس‌ها شروع شد. از انگلیس‌ها. اونها آمدن اول در ایران، البته از 1800 میلادی در دولت قاجاری‌ها نفوذ کردند و به تدریج نفوذ خودشون رو گسترش دادن. هدف انگلیسی‌ها این بود که در ایران همون کاری رو بکنن که در هندوستان کردن. میدونید هندوستان حدود 150 سال تو مشت انگلیس بود، رمق هندوستان رو انگلیس‌ها گرفتن. ثروت عمده انگلیس‌ها ناشی از استعمار هنده که حالا داستان مفصلی خود اون داره. همین کار رو میخواستن با ایران بکنن، یعنی اول از یه جای کوچکی شروع کنن، به تدریج توسعه بدن، منابع اقتصادی کشور رو در اختیار بگیرن. بعد که اقتصاد کشور در اختیارشون قرار گرفت، اون وقت تصرف سیاسی براشون آسان میشه. عیناً مثل کاری که در هند کردن. در هند اول شرکت هند شرقی را، کمپانی هند شرقی را انداختن، بعد که پیش رفتن حکومت هند را تصرف کردن. هند شد یک قسمتی از امپراتوری انگلیس. 150 سال، حدود 150 سال وضع اینجوری بود. خب در ایران میخواستن همین کار را بکنن. یکی از اولین کارهایی که کردن
قضیه انحصار تنباکو بود که اسم نهضت تنباکو رو قاعدتا شنیدید. نهضت تنباکو انحصار کشت و فروش و خرید تنباکوی کشور در اختیار انگلیس باشه. دستگاه‌های دولتی اون زمان ناصرالدین شاه نفهمیدن که این کار معناش چیه، قبول کردن. میرزای شیرازی مرجع تقلید شیعه در سامرا، او فهمید که پشت این قضیه چیه. با یک فتوا این قرارداد رو به هم زد، از بین برد. این کار اولشون بود. خب این نشد. بعد از مدتی هم تو قراردادهای گوناگونی بود از این قبیل، یکی از مهمترینش قرارداد معروف به قرارداد وثوق الدوله که در سال 1919 میلادی، 1299 هجری شمسی، این قرارداد انگلیس‌ها با نخست وزیر وقت ایران این قرارداد بستن، رشوه مفصلی دادن. قرارداد وثوق الدوله اقتصاد و سیاست و همه چیز ایران رو، ارتش و نظام و همه چیز ایران رو در اختیار انگلیس‌ها قرار میداد. این قرارداد هم بسته شد. منتها شهید مدرس یک تنه در مقابل این قرارداد ایستاد تو مجلس شورای ملی اون زمان و نگذاشت به نتیجه برسه، افشاگری کرد، این قرارداد هم باطل شد. قراردادهای دیگه هم بود، قرارداد رویتر فلان. اغلب این قراردادها به وسیله علمای دین باطل شد، از بین رفت، جلوش گرفته شد. البته بعداً انگلیس‌ها انتقام خودشون رو از علمای دین گرفتن. دولت انگلیس دید اینجوری نمیشه. در ایران اون نقشه‌ای که در هند عمل کردن در ایران عملی نیست. به یه راه حلی رسیدن. درست توجه کنید. اون راه حل این بود. به فکر افتادن که باید یک دولت دیکتاتور خشن 100% وابسته به خودشون رو در ایران سر کار بیارن که دیگه دغدغه‌ای نداشته باشن، هر کاری میخوان در ایران انجام بگیره به وسیله خود اون دولت. رضاخان قزاق رو پیدا کردن، اون رو میشناختن، شناسایی کردن. رضاخان همون کسی بود که انگلیس‌ها احتیاج داشتن. آدمی بود بسیار بیرحم، بسیار خشن، بسیار گستاخ. خودش آدم عامی، بی اطلاع، بی سواد، بی اطلاع از معارف و این حرفا، لاتمنش، بی تقوا و بی ایمان. یه آدم اینجور رو پیدا کردن. استفاده کردن از ضعف پادشاه قاجار که احمد شاه بود، به وسیله رضا شاه و یه نفر دیگه، سزیای طباطبایی که بعد او رو کنار زدن، کودتا در ایران را انداختن. رضا خان رو اول کردن فرمانده کل قوا، بعد کردن نخست وزیر، بعد کردن شاه ایران. همون چیزی که انگلیس ها میخواستن در ایران تحقق پیدا کرد. خب به دست رضا شاه اول کاری که کردن روحانیت رو منکوب کردند، ملت رو مرعوب کردند، ملت رو به شدت مرعوب کردند. در زمان رضا شاه اونجوری که برای ما نقل کردند
پدر مادرهای ما، بزرگترهای ما، کسی جرأت نفس کشیدن نداشت. تو خلوت، تو اتاق خلوت هم کسی جرأت نداشت از رضا شاه انتقاد کنه. تو اتاق خلوت بین دو نفر، سه نفر افراد خانواده هم کسی جرأت نداشت. اینقدر ملت رو مرعوب کرده بود. علما رو که خانه نشین کرد، امامها رو از سرهاشون برداشت، حوزه‌های علمیه رو تعطیل کرد، با احکام دینی مثل حجاب هم علناً مخالفت کرد. و اون کاری رو که انگلیس‌ها مایل بودن در ایران انجام بگیره، یعنی تصرف منابع مالی و اقتصادی، همه رو انجام داد. هر کار اونا می‌خواستن انجام داد. خب البته اینجا من اشاره کنم، یه عده روشنفکران غرب زده یا وابسته به غرب، همه وابسته نبودن، یه عدهشون هم وابسته نبودن لیکن غرب زده بودن، مبهوت غرب بودن. این روشنفکران در رنگ و روغن زدن به حکومت رضاخان نقش داشتن. اونا هم پیش خدا مؤاخذن، اون روشنفکرانی که نمیخوام اسم بیارم، اینها هم در جنایت به ملت ایران با رضا شاه شریک. اینم هست. خب رضا شاه شد عامل انگلیس در ایران. در این بین جنگ جهانی دوم پیش آمد. در جنگ جهانی دوم رضا شاه بر طبق طبیعت خودش تمایل به آلمان پیدا کرد. نوع کارهای هیتلر رو دوست می داشت. یک گرایشی به آلمان ها پیدا کرد. انگلیس ها فهمیدن، دیدن این دیگه به درد نمی خوره. سال 1320 شمسی رضا شاه رو برکنار کردن، خودشون آوردن، خودشون هم برکنارش کردن. برکنار کردن، پسرش رو جاش گذاشتن، با شرایط معینی باید این کارو بکنی، این کارو بکنی، اینجور عمل کنی، اینجور رفتار کنی. اونم گفت چشم. حتی گفتن فلون رادیو رو نباید گوش کنی، فلون رادیو رو نباید گوش کنی. گفت چشم. تا این حد. خب تا اینجا حاکمیت انگلیس بود. دهه 20 شمسی سالهای افول تدریجی قدرت انگلیسه. هند آزاد شد، مبارزه کردن آزاد شد، بعضی از کشورهای دیگر آفریقا و غیره آزاد شدن، انگلیس ضعیف شد. ضعف انگلیس موجب شد که آمریکا بیاد وسط میدان. اواسط دهه 20 شمسی آمریکا پاشو گذاشت در ایران. اولا با روی خوش به صورت ملایم استشار ترومن و چیزایی که حالا تفاصیلش زیاده، حتی با مخالفین انگلیس ها یه مواردی همصدایی کرد، همراهی کرد، برای اینکه نظرها رو به خودش جلب کنه. و متاسفانه توانست بعضی از سیاستمدارهای غیر وابسته به انگلیس رو به خودش وابسته کنه، به خودش علاقمند کنه. رفتار آمریکا در ایران اینجوری بود. اول با نرمش وارد شد، نشون داد که داعیه استعماری در ایران نداره. این بود تا وقتی که یک دولت ملی سر کار آمد، دولت مصدق، که اتفاقا مصدق بر اثر ساده انگاری، سهل انگاری یا ساده لوحی، هر چی میخواید بگید، به آمریکا خوشبین بود. مصدق علیه انگلیس بود، به کمک آمریکایی‌ها امیدوار بود،
دلبستن به کمک بیگانه اینها. وقتی این دولت سرکار آمد و معلوم شد که این دولت وابسته به آمریکا نیست و نمیتوانه باشه، آمریکایی ها کودتای 28 مرداد را انداختن، دولت رو ساقط کردن، در ایران فجایع زیادی به وجود آوردن. بعد که دیگه آمریکایی ها نقاب از صورتشون افتاد، معلوم شد که یک دولت مهربان و دوست با ایران نیستن، دیگه هر کار توانستن کردن. آمریکایی ها مقدرات کشور در دست گرفتن، به طور کامل از لحاظ سیاسی و اقتصادی کشور رو به خودشون وابسته کردن، پای رژیم صهیونیستی رو به ایران باز کردن. آمریکایی‌ها این کار کردن، پای رژیم صهیونیستی رو آمریکایی‌ها به ایران باز کردن، ساواک رو تشکیل دادن. ساواک مرکز کمال خشونت و بیرحمی با مردم، با معترضین، با مخالفین، سرکوب بیرحمانه کوچکترین مخالفت، اینا همش در دوره تسلط آمریکایی هاست، مال دهه 30 و 40 و ایناست. چند ده هزار مستشار نظامی را آوردن داخل ایران و هزینه سنگین اداره اینا رو بر دوش ملت ایران بار کردن. سلاح در اختیار اونها، خرید سلاح در اختیار اونها، از کی بخرن، به چه قیمتی بخرن، چه جوری پولشو بدن، چه جوری سلاح تحویل بگیرن، همه به عهده آمریکایی‌ها، در اختیار آمریکایی‌ها. اشاعه فساد به صورت برنامه ریزی شده، یعنی در ایران در دهه 30 و 40 که دیگه در آخر دهه 40 و اوایل 50 به اوج خودش رسید، فساد اخلاقی با برنامه ریزی دقیق آمریکایی ها در ایران انجام می گرفت، برای که جوان ها رو بکشونن به فساد. خب معلومه جوانی که به فساد کشیده بشه قدرت ایستادگی نداره، قدرت مقاومت نداره. اینا میخواستن جوان ایرانی رو بی‌خاصیت کنن. عقب موندگی در علم، عقب موندگی در فناوری ها، پیشرفت در فساد اخلاقی، شدت تبعیض طبقاتی به صورت هولناک، اینا همش در دوره حاکمیت آمریکایی‌ها و نفوذ آمریکایی‌ها در ایران انجام گرفت. این دشمنی رو ادامه دادن. بعد که حرکت انقلابی اوج گرفت، احساس خطر کردن، شدت امر رو بیشتر کردن. حتی حدود یک هفته به پیروزی انقلاب یک ژنرال برجسته آمریکایی به نام هایزر آمد تهران برای اینکه اگه بتوانه یک کودتا را بیندازه و صدها هزار بلکه میلیون ها آدم رو به قتل برسونن. این نیتشون این بود، هایزر این کار رو میخواست بکنه. خب البته انقلاب به نقطه‌ای رسیده بود که دیگه اینها، این تدابیرشون بیفایده بود. عزم راسخی مثل امام بزرگوار در مقابل اینها قرار داشت. اونا میخواستن کودتا کنن، حکومت نظامی اعلام کردن. امام به مردم گفت برید توی خیابونها، حکومت نظامی رو به هم زد، نقششون رو باطل کرد، رضا شکست خوردن. هایزرم دید فایده ای نداره، از ایران رفت، که البته اگر 4-5 روزی که در ایران میموند احتمالاً
جزء اولین اعدامی های بعد از انقلاب می شد. شانس آورد که زودتر رفت. خب این مسئله آمریکا و ایران اینه. اینی که شما میگید مرگ بر آمریکا، این یه شعار نیست صرفا، این یک خط مشیه. علتش هم همین است که گفتم، آمریکایی ها سالهای متمادی از سالهای میانی دهه 20 تا پیروزی انقلاب، یعنی سالهای آخر دهه 50، 30 سال در ایران هر کار توانستن علیه ملت ایران کردن، هر جور توانستن ضربه زدن، لحاظ مالی، لحاظ اقتصادی، لحاظ سیاسی، لحاظ علمی، لحاظ اخلاقی. انقلاب در یه چنین وضعی پیروز شد، انقلاب در مقابل یه چنین حاکمیت فاسدی، نفوذ مخربی قرار گرفت و به توفیق الهی به همت ملت ایران و به رهبری امام بزرگوار پیروز شد. الان اون کاری که هایزر میخواست در ایران بکنه، آمریکایی‌ها دارن در غزه میکنن. قضیه همون قضیه است. در فلسطین همین کار داره انجام میگیره. صهیونیست هایی که حاکم بر فلسطین اشغالی و فلسطین مظلوم هستن، اینا مستظهر به حمایت آمریکان. اگر حمایت آمریکا نبود، اگر پشتیبانی های تسلیحاتی آمریکا نبود، دولت فاسد جعلی دروغین رژیم صهیونیستی در همون هفته اول از بین رفته بود، بر افتاده بود. آمریکا یا پشت اینها قرار داره. امروز در غزه همون حوادثی داره اتفاق میفته که اینها اگر میتوانستن در ایران اون حوادث رو انجام میداد. فاجعه ای که در غزه به وسیله صهیونیستا و به کمک آمریکایی‌ها، در واقع به دست آمریکایی‌ها داره اتفاق می‌افته، یه فاجعه بی‌نظیره. در ظرف 3 هفته نزدیک به 4000 کودک به دست اینها کشته شدن. کجای تاریخ این چیزی رو دارید شما؟ امت اسلامی بایستی بدانه قضیه چیست، میدان رو تشخیص بده. میدان غزه و اسرائیل نیست، میدان حق و باطل است. میدان استکبار و ایمان، یک طرف قدرت ایمان، یک طرف قدرت استکبار. البته قدرت استکبار با بمب و فشار نظامی و بمباران و فاجعه و جنایت پیش میاد، قدرت ایمان بر همه اینها به توفیق الهی غلبه پیدا خواهد کرد.
دلهای ما خونه به خاطر مصائب مردم فلسطین و مردم غزه بالخصوص. ناراحتیم، اما وقتی با دقت نگاه میکنیم میبینیم اونی که در میدان پیروزه مردم غزن، مردم فلسطینن. اینها توانستن کارهای بزرگی انجام بدن. اولا مردم غزه با صبر خودشون، با ایستادگی خودشون، با تسلیم نشدن خودشون نقاب دروغین حقوق بشر رو از چهره آمریکا و فرانسه و انگلیس و امثال اینا کشیدن کنار، اینا رو رسوا کردن، اینا رو رسوا کردن. مردم غزه با صبر خودشون توانستن وجدان بشری رو به حرکت در بیارن. الان شما ببینید در دنیا چه خبره، تو همین کشورهای غربی، در انگلیس، در فرانسه، در ایتالیا، در خود آمریکا، ایالت‌های مختلف، مردم با جمعیت‌های انبوه میان توی خیابان علیه اسرائیل و در موارد بسیاری علیه آمریکا شعار میدن. آبروی اینها رفت. اینها واقعا هیچ علاجی ندارن، نمیتونن توجیه کنن. لذا میبینید یک ابلهی پیدا میشه میگه اجتماع مردم در انگلیس کار ایرانه. لابد بسیج لندن این کار رو کرده، بسیج پاریس این کار رو کرده. از جمله بیشرمی‌هایی که امروز سیاستمداران غربی، رسانه‌ای‌های غربی دارن نشان میدن، بیشرمی واقعی اینه که مبارزین فلسطینی رو میگن تروریست. کسی که از خانه خودش دفاع میکنه تروریسته، کسی که از میهن خودش داره دفاع میکنه تروریسته. اون روزی که در جنگ جهانی دوم آلمانی‌ها آمدن پاریس رو گرفتن، پاریسی‌ها با آلمانی‌ها مبارزه میکردن، مبارزین فرانسوی تروریست بودن. چطور اونها مبارزن؟ ما یه افتخار فرانسه‌ایم، ما جوان حماس و جهاد اسلامی تروریسته؟ بی‌شرم ها. رسوا کردن مردم غزه و مبارزین فلسطین، دروغگوهای دنیا رو رسوا کردن. یکی از کارهای مهمی که طوفان الاقصا انجام داد اینه، یک درس بزرگ این طوفان الاقصا نشان داد که چگونه یک گروه اندک، اینا در مقابل اونا کمن دیگه، تعدادشون کمتره، با تدارکات و امکانات بسیار کم اما با ایمان و عزم راسخ میتوانه محصول سالها تلاش جنایتکارانه دشمن رو در ظرف چند ساعت دود کنه و به هوا بفرسته.
نمیتوانه دولت‌های متکبر و مستکبر عالم رو تحقیر کنه. فلسطینی‌ها تحقیر کردند، هم رژیم غاصب را هم پشتیبانان رژیم غاصب را تحقیر کردند با عمل خودشون، با شجاعت خودشون، با اقدام خودشون و امروز با صبر خودشون. این جنایت ها البته بشریت رو تکان داد، همه رو تکان داد. از دنیای اسلام توقع بیشتری هست. اینو من چند روز قبل از این هم گفتم، حالا هم تکرار میکنم. دولت های مسلمان باید بدانند اگر امروز به فلسطین کمک نکنند، هرکس هر جور میتوانه کمک کنه، اگر امروز از فلسطین کمک نکنند، دشمن فلسطین را که دشمن اسلام است، دشمن انسانیت است، تقویت کردند، فردا همین خطر خودشون رو تهدید خواهد کرد. این کاری که دولت‌های اونچه که دولت‌های اسلامی باید بر اون پافشاری کنن، قطع فوری این جنایت‌هایی است که دارن در غزه انجام میدن. این بمباران ها باید فوراً قطع بشه. راه صدور نفت و ارزاق به رژیم صهیونیستی رو ببندند، همکاری اقتصادی نکنند دولت‌های اسلامی با رژیم صهیونیستی. در همه مجامع جهانی با صدای بلند این جنایت رو، این فاجعه آفرینی رو محکوم کنند، بدون تردید، بدون لکنت. اینجور نباشه که توی اجتماع اسلامی یا اجتماع عربی همون چند نفری هم که حرف میزنن یا دو پهلو حرف بزنن یا با لکنت حرف بزنن، سریع حرفشون رو بزنن. معلوم شده داره اتفاقی میفته. بایستی رژیم صهیونیستی محکوم بشه، بایستی همه دنیای اسلام علیه رژیم صهیونیستی بسیج بشن. البته ضربه ای که به رژیم صهیونیستی خورده جبران پذیر نیست. اینو من اولم گفتم، الانم تأکید میکنم، تکرار میکنم. به تدریج در حرفای خود عوامل رژیم صهیونیستی هم این نشون داده شد که اون ضربه ای که اینا خوردن ضربه ای نیست که بشه جبرانش کرد، نمیتونن جبران کنن. رژیم صهیونیستی الان درمانده است، متحیره، به مردم و خودش هم دروغ میگه. اینی که نسبت به اسرای خودشون در دست فلسطینی ها اظهار نگرانی میکنن، اینم دروغه. این بمبارانایی که میکنن ممکنه اسرای خودشون هم نابود کنه. اینی که اظهار نگرانی میکنن برای اسرای خودشون، به مردم و خودشون هم دارن دروغ میگن. و این دروغ گفتن از رو ناچاری است. الان
رژیم صهیونیستی دچار حیرت، دچار ناچاری است، نمیدونه چه کار باید بکنه و هر کاری که میکنه از روی اضطراره، یعنی نمیفهمه چه کار باید بکنه. اگر کمک آمریکا نبود و نباشه، قطعا در ظرف چند روز فلج خواهد شد رژیم صهیونیستی. و دنیای اسلام این رو فراموش نکند که تو این قضیه مهم و تعیین کننده، اون کسی که در مقابل اسلام، در مقابل یک ملت مسلمان، در مقابل فلسطین مظلوم ایستاد، آمریکا بود، فرانسه بود، انگلیس بود. اینو دنیای اسلام فراموش نکنه، اینو بفهمن در معادلاتشون، در تحلیل‌هاشون فراموش نکنن از اینکه کی ایستاده است و این مردم مظلوم و ملت مظلوم رو در روشون فشار میاره. صرف رژیم صهیونیستی نیست. البته ما شک نداریم، ان وعد الله حق، وعده الهی حقه، ولو یستخفنک الذین لا یوقنون، اینایی که یقین به وعده الهی ندارن با منفی بافی‌های خودشون شما رو باید متزلزل نکنن، سست نکنن و انشاءالله پیروزی نهایی و نه چندان دیر با مردم فلسطین و فلسطین خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.